روزی که من دیپلم گرفتم توی شهر میتونم بگم که جشن و سور بود. حالا از شوخی گذشته ولی توی ایل و طایفمون واقعا جشن و سور بود. من آدم درسخونی نبودم، زیادم درس رو دوست نداشتم. به قول یه پسردهی دارم که دکتر هستش، توی ایران هم هستش و دکتر خوبی هم هستش، میگفتش که یه روز عمم یعنی مادر من میره بهش میگه که رضا درس نمیخونه، میشه بهش بگی درس بخونه، اصلا دوست نداره درس خوندن رو، انجام نمیده تکالیفش رو. و دکتر برمیگرده میگه عمه جان درس خوندن ذاتاً چیز سختیه، مطلب شیرینی نیست، ولی من باید بهش میگم. سلام، رضا هستم از کانال یوتیوبی آلبالو، یوتیوبی آلبالو و در خدمت شما. همونطور که از مقدمه هم معلوم بود، امروز در رابطه با یادگیری و تاکتیک های یاد گرفتن صحبت خواهیم کرد. اینکه چطور یاد بگیریم و واقعا یاد بگیریم، نه اینکه فکر کنیم یاد گرفتیم ولی اصلا نتیجه هم از اون یاد گرفتن یا درس خوندن یا مطالعه کردن نداشته باشیم. امروز 10 مورد رو با هم بررسی خواهیم کرد. واقعا ویدیو به نظر من مثمر ثمری خواهد بود، امیدوارم که لذت ببرید. تاکتیک شماره 1، سعی کنید حتما از چارت ها، نمودار ها و آمار استفاده بکنید. یعنی حتما یه اینفوگراف میگم بهش، یعنی اطلاعاتی که بر اساس گرافیک یا اطلاعاتی که بر اساس یک شکل باشه رو داشته باشین، از حداقل مجموعه یا از مطالبی که قراره یاد بگیرید. این باعث میشه که بیشتر به ذهن سپرده میشه و یا بهتره بگیم که از حافظه تصویری شما استفاده بشه. مورد شماره 2، اگر یک اسکیل یعنی مهارت یا یک درسی رو یاد میگیرین که فرض کنید یه جورایی 9ش گروه 8ش خواهد بود، یعنی اگه بعد از اینکه این مطلب رو یاد بگیرین باید یه مطلب دیگه رو یاد بگیرین هم، یعنی پیش نیاز هست برای هم دیگه، سعی بکنین همزمان وقتی که مطلب اول رو یاد میگیرین خیلی کم هم اگه شده از مطلب بعدیش یک مروری داشته باشین. شماره 0، فکر کنم این شماره 3 رو در تمام ویدیو هم باید داشته باشم. اشتباه بکنید، نترسید از اشتباه کردن و یاد بگیرید از اشتباهتون. توضیح اضافی هم نمیخواد فکر کنم، چون همونطور که گفتم از هر ویدیو حداقل 2 دقیقه در این باره صحبت میکنم. پس این بار دیگه شماره 4. توی شماره 4 یکی از به نظر من مهمترین ها رو داریم که من خودم خیلی استفاده میکنم. یاد گرفتم بر اساس مثال و مصداق. یعنی برای هر چیزی که، هر مطلبی که، هر مبحثی که قرار هست یاد بگیرین حتما یک مثالی داشته باشین. حتما از یک نمونه استفاده بکنین و اون نمونه رو سعی بکنین به ذهنتون بسپارین، نه کل ماجرا رو. یعنی برای یک موردی یک نمونه ای داشته باشین، یک مثالی داشته باشین، اون مثال رو ببینین، به یاد بسپارین، حل بکنین و بر اساس اون مثال برین جلو. مورد 5، بدون اینکه بگم خندم گرفته. دوران دانشگاهی یادمه که واقعا فقط اون سه شب آخر درس میخوندیم و حالا با سیستم آموزشی اون موقع نتیجه هم میگرفتیم، ولی خب واقعا در همون حد بود، یعنی درس رو پاس میکردیم و تموم میشد و همین هم باعث میشد که شاید بعدا نتونیم نسبت به توی اون جامعه، نسبت به اون رشته‌ای که تموم کردیم بتونیم مورد استفاده قرار بگیریم یا مفید واقع بشیم. تکنیک این هستش که به جای اینکه هفته‌ای 3 ساعت 2 ساعت مطالعه کنین، اون رو روزانه 10 دقیقه یا 20 دقیقه یا 15 دقیقه ببرین چرا. یعنی به جای اینکه طولانی ولی هفته‌ای 1 بار مطالعه بشه یا 2 بار مطالعه بشه، روزانه و به صورت وقت‌های کم کم حتما مطالعه بکنین. این باعث میشه که اون درس تکرار بشه، یادآوری بشه براتون و از همه مهمتر باعث بشه که به ذهن بلند مدتتون فرستاده بشه. مورد شماره 6، با هدف و برنامه ریزی شروع به درس خوندن بکنید یا به یاد گرفتن بکنید. به خودتون اول کار بگین که من قرار هستش
بعد از تموم کردن این فصل، این مبحث، این کتاب، این سرفصل ها رو یاد بگیرم. قرار هستش که توی این سرفصل ها دیگه تسلط داشته باشم. اگه بعد از تموم کردن به اونها تسلط نداشتین، بدونین که به هدف نرسیدین و یا مطالعه یا مطالب یا متریالی که دستتون داشتین کافی نبوده برای اینکه بگین یک مطالعه خوب یا یادگیری خوب داشتین. مورد هفتم، از خودتون امتحان بگیرین. یعنی وقتی که خوندین، دو روز خوندین و دو جلسه‌تون تموم شد، شد دو تا 20 دقیقه، نمیدونم هر چقدر که میتونین بخونین یا نسبت به اون مطلب که طبیعتاً متفاوت هستش از شخصی به شخص دیگه، از مطالعه به مطالعه دیگه، از خودتون یه کویز بگیرین. کویز یعنی امتحان کوتاه، امتحان سریع، و اون رو برای خودتون یک ملاک قرار بدیم برای اون چه که یاد گرفته بودین و بعد ادامه بدین. و یه مورد دیگه این که بعد از کویز میتونه خیلی مفید باشه برای یاد گرفتن، اگه گفتین تدریس بکنین. هر چقدر هم بعد دست و پا شکسته، به یک نفر دیگه همه اون مطالب رو سعی بکنین یاد بدین. چرا که وقتی که شما دوباره اون مسائل رو، اون مطالب رو، اون مباحث رو به شخص دیگه بازگو میکنین، این باعث میشه که اول خودتون یاد بگیرین، دو مطمئن باشین که دارین درست و منطقی اون مطلب رو به شخص دیگه هم انتقال میدین. مورد هشتم خیلی مهمه، این رو بذارین کنار، توی اتوبوس، توی مدرسه، خونه روی مبل، مهمونی، گوشیتون رو بذارین کنار، عادت بکنین به مطالعه کردن. اگر هم گوشی دستتون هستش، یه کتاب، یه ای بوکی دانلود بکنید و اون رو مطالعه بکنید. تمام وقتمون رو این داره میگیره، واقعا داره میگیره، تمام زندگیمون رو داره میگیره. ولی امیدوارم که حداقل این فرهنگ مطالعه رو، عادت به مطالعه رو بتونیم داشته باشیم. یکی از مسائلی که باعث میشه سریع یاد بگیریم این هستش که از مغز کار بکشیم برای مطالعه کردن، روغن کاریش بکنیم، آب بندیش بکنیم. پس خودتون رو عادت بدین به مطالعه کردن. مورد نهم، این هم مهم هستش، مطلب رو اول بشکنین. اگه فکر میکنین که یک مطلبی سنگین هستش، یاد گرفتنش سخت هستش، نیاز نیست کل مطلب رو یهو شروع بکنین. اگه دارین روی زمانهای زبان انگلیسی بحث میکنین یا یاد میگیرین، حتما قرار نیست توی یک هفته تمام زمانها رو تمام کنین. نه، شروع بکنین از زمان، یک زمان، زمان گذشته ساده، زمان حال استمراری، و اون رو تکرار بکنین. یعنی بریک داون بکنین، یعنی بشکنین، کوچیک بکنین. در تمام مشکل ها اینطوریه، به یک مشکل به عنوان یک مشکل تک، یک مسئله تک هیچ وقت سعی بکنین نگاه نکنین، سعی بکنین بشکنینش و برای کوچیک کوچیکش راه حل پیدا بکنین. هم میتونین اونطوری روش بهتر کار بکنین، هم وقت کمتری میگیره، و بزرگترین مسئله، ناامید نمیشین چون دارین کار میکنین و اون رو از بین میبرین یا مسئله رو دارین حل میکنین. و مورد آخر، مورد آخر هم تکنیک بسیار جالبی هستش که نه فقط برای درس خوندن، برای همه چیز میتونین ازش استفاده بکنین، برای رابطتون، برای کارتون و برای همه زندگیتون. همونطور که گفتم، تکنیک 80-20 یا قانون 80-20. قانون 80-20 میگه شما نباید 80% از وقتت رو صرف یادگیری بکنی یا وقتت رو صرف مطالعه بکنی و 20% مطلب یاد بگیری. میگه اون موقع ضرر کردی. این تکنیک میگه نباید شما وقتی که دوست پسرت یا دوست دخترت رو میبینی 80% از اون انرژی که میذاریم برای رابطه، برای اذیت کردن و تعقیب کردن و نمیدونم یه جورایی لذت نبردم باشه تا اون 20%. مثلا یه مثال بزنم برای منفی بودنش، خوب نبودنش. یک ویدیویی داشتیم من و راحله که من خوب یادمه، من فقط خودم برای ادیتش 5 ساعت وقت گذاشتم و راحلم زمان زیادی برای ترجمهش زخ صرف کرده بود و همچنین برای اینکه جلوی دوربین بیاریمش. ولی نتیجه‌ای که گرفتیم از اون 80% زمانی که صرف کرده بودیم خوب نبود، شاید حتی 90-10 بود. ولی در مواقعی هم هستش که من یک ویدیوی رو در 20% از زمانم میگیرم و 80% ازش نتیجه میگیرم. پس وقتی که میخواییم مطالعه بکنین، یادتون باشه زمانتون یا
اون وقتی که میذارین یا انرژی که میذارین یا پولی که صرف میکنین باید 20% باشه و آوتپوت یا اون چیزی که خارج میشه باید 80% باشه، یعنی 80% مثبت. طبق معمول تمام ویدیوهامون رسیدیم به آخرش. اگر از ویدیو خوشتون اومده لطفاً لایکش بکنین و مثل تمام خوبی‌ها که باید با همه به اشتراک بذاریم لطفاً با دوستاتون به اشتراک بذارین و سر آخر روی لوگوی آلبالو کلیک بکنین، ما رو سابسکرایب بکنین تا از ویدیوهای جدید ما آگاه باشین. روز و شبتون بخیر، خدا حافظ. برای تماشای مطالب جدید لطفاً بر روی یکی از ویدیوهای روبرو کلیک کنین. برای باخبر شدن از آخرین ویدیوهای ما کانال ما رو فالو کنید.